وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سلام عليكم. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در مورد نیت روزه می فرماید اذا اصبح یوم الشک مفطرن، در مورد یوم شک یعنی روزی که شک داره که ماه رمضان یا ماه رمضان وارد نیست، این رو باید به نیت ماه شعبان روزه بگیره. اگر به نیت ماه شعبان روزه گرفت، بعدن واضح شد که اول ماه بوده، اون به نیت همون عرض می شود که اول ماه قرار میده و روزه ماه رمضانش به طور خودکار انجام میشه. اما اگر شک داره که ماه رمضان، به نیت ماه رمضان بگیره، روزش اشکال داره. از جایی که شک داره نیت شعبان میکنه، چون شک داره که ماه شعبان تمام شده یا نه، استصحاب ماه شعبان هست. استصحاب یعنی چی؟ یعنی میگیم قبلا ماه شعبان بود، الان شک میکنیم ماه شعبان هست هنوز یا تمام شد، بگیم که همون ماه شعبانی که بود هست تا یقین کنیم که ماه رمضان آمده. این معنای استصحابه. اگر چنانچه کسی قضا به گردنش هست در یوم شک نیت قضا بکنه، اونم میشه. اگر نیت قضا بکنه، نیت قضای ماه رمضان، روزه میگیرم روزه قضایی قربتن الله، قضایی که به گردنم هست. اگر بعدن واضح شد که ماه رمضانه، باز ماه رمضان محسوب میشه. اینم این نیتن میشه. قضاش میمونه، بله قضاش بعد از ماه رمضان. این ماه رمضان که تمام شد، اون قضای ماه رمضان سابقشو بالاخره باید بگیره، منتها کفاره تأخیر داره که تأخیر کرده. بله. نکته دیگر این که عزم بر روزه باید همیشه باشه، یعنی از سحر، از صبح، از آن صبح تا از آن مغرب نیت روزه رو داشته باشه، عزم بر روزه رو داشته باشه. توجه می‌فرمایید که در نفسش این باشه که دارم روزه میگیرم، این نیت استدامه، نیت مثل نماز. در نمازم که شما نماز میخونید، از اولی که الله اکبر تکبیرت الاحرام میگید تا موقع تسلیم سلام دادن، باید اون نیت نمازتون باشه دیگه. اگر میگن یک کسی غافل شد وسط نماز، به شکلی که اگه ازش بپرسن خب چی کار میکنی، یه دفعه بگه که نمیدونم، مثلا اصلا غافل باشه، فکرش جای دیگه کلن، توجه میکنی این نمازش باطله، چون باید عزم و قصد در موقع انجام عمل باشه. روزم همینجوره، روزم اون نیتی که دارم این استدامه داره تا آخر، یعنی تا موقعی که اذان مغرب رو میگن. اگر چنانچه نیت ماه رمضان نکرد به خاطر اینکه حکم و یادش رفت، نمیدونست که باید نیت کنه، یا موضوع و یادش رفت، نمیدونست که ماه رمضانه، اول الجهل، نمیدونست اصلا باید این نیت رو بگه، نیت رو داشته باشه برای روزه ماه مبارک رمضان. این دو حالت داره. یه وقتی که یادش رفته ماه رمضان و نیت و همه چی رو فراموش کرده، ولیکن چیزی نخورده هنوز، چیزی نیاشامیده. اگر چیزی نخورده باشه این قابل حله. این باز دو صورت داره. صورت اول این که قبل از اذان ظهر یادش میاد. ملاک چیه آقای یزدانی؟ اذان ظهر. قبل از اذان ظهر اگر یادش اومد، متوجه شد، یه دفعه
عرض می شود که رفت توی مسجدی دید آقا داره مسئله میگه و میگه ماه رمضان، مگه ماه رمضانه؟ بله ماه رمضان. مگه باید نیت کرد؟ بله. همونجا میگه خدای من الان چیزی هم که نخوردم، چیزی هم نیاشامیدم، روزه میگیرم ماه مبارک رمضان رو، قربتن الالله، روزش صحیحه. اما اگر بعد از ظهر متوجه شد از آنو گفتن نماز ظهر اصلشه که خون، هنوزم چیزی نخورده، یه دفعه گفتن که ماه رمضان باید شما نیت کنی، ماه رمضان روزه است چیه، یه دفعه متوجه شد، توجه فرمودید. در این صورت روزه دیگه نمیتونه، روزش صحیح نیست چون بعد از ظهر شده. اما یجب علیه الامساک، امساک باید بکنیم، میگه خب حالا که روزم باطل شد باشم بخورم و بیاشامم و همه این مبتلات روزه رو انجام بدم، نه، باید امساک بکنه. امساک که کرد تا مغرب، بعد از ما رمضان غذای این روزو بگیره، مانعی نداره، کفارم نداره. اما این روز رو اصلا کلن اینجوریست، جاهایی که روزه باطل میشه، جاهایی که بعضی از موارد امساک واجبه، توجه کردی؟ نه دیگه سفر نه، کسی که در سفره دیگه مسافر روزه نمیگیره. سلام علیکم. سلام علیکم. مسافر روزه نمیگیره. و گفت که از پیغمبر سوال کرد با لهجه خودش، عرب هم لهجه دارن، میگه گفت امنم برم سیام و فم سفر، به جای الف و لام الف و میم بعضی استفاده میکنن، از سفر میگه ام سفر، از صبح میگه ام صبح، مثلا لهجه است. گفت پیغمبر به لهجه خودش جوابش داد، فرمود لیس منم برم سیام و فم سفر، نه، چیز خوبی نیست که در روز در سفر روزه بگیری، در سفر نباید روزه بگیری، الا یک استثناء داره و اون در حرمین شریفین در مکه و مدینه سه روز، اونم به نیت نذر، مثلا نذر کند یا مستحبی سه روز میتونه روزه بگیره، اون استثناست. اگر مثلا کمتر از ده روز میخواد بمونه، مسافر دیگه در مدینه، مسافر نمازش قصره، هر جا نماز قصر شد روزم نمیشه بگیری، هر جا نماز تمام شد روزم باید بگیری، این یه قاعده کلیه، کل ما قصرت الصلاة قصرت الصوم. اما اگر چنانچه در سفر بود حالا رسید به وطنش، مثل مورد شما، اگر چیزی نخورده، چیزی هم تو راه نیاشامیده، مسافر بود، مسافر حد داره بخوره بیاشامه، ولیکن این نخور نیاشامی، نیتش هم این بود که وقتی رسید به وطنش روزه بگیره دیگه، مثلا اگر چیزی نخورده باشه، خانم ها مثل که گوش نمیدن، مسئله داریم میگیم، آقا رضا صدا خانم ها قطعه داره، اون پایین بس که روشن نکردیم، بله روشن کردیم، میخوایم تأکید کنیم که بله، حالا این احکام شرعی اگر گوش بدن، انا یکی از دوستان ما اگه خوب گوش داده بود امروز روزش درست بود، گوش نمیدن بعد وقت روزه ها خراب میشه. اگر کسی مسافره در سفر نخوره نیاشامه، وقتی برسه به وطن قبل از ظهر این نیت میکنه و روزش صحیحه. بعضی گمان میکنن که چون روزه از اول اذان صبحه، گمان میکنن که از اول اذان صبح باید برسه به وطنش، نه، اگر دیرم کرد بعد از اذان صبح رسید، ساعت 8 صبح رسید، 10 صبح رسید، 2 دقیقه به اذان ظهر رسید، اما اذانی که گفتن رسید، نه دیگه اون نمیشه کارش کرد، اون دیگه مسافر بوده و روزش روزه نمیتونه بگیره چون در سفر. ملاک اذان ظهره. اذان ظهر کجا شما درک میکنی؟ اگر اذان ظهر رو در وطنت درک کردی
یا اذان ظهر رو در جایی که میخوای 10 روز بمونی درک کردی. الان مثلا میخوای بری اتاوا، کار داره، میخواد یه 10 روز اونجا بمانه، مسافر دیگه، اتاوا وطنش نیست، وطنش مونتراله. این ساعت 10 صبح میرسه به اتاوا، اونجا میخواد نیت کرده که 10 روز میخوام بمانم، کار دارم اونجا. همین که رسید به اتاوا نیت 10 روز میکنه و روزشم نیت میکنه، روزشم صحیحه، چیزی نخورده، چیزی نیاشامیده، الانم نیتش مونده، نیت میکنه. اما اگر رسید به اتاوا از اونو گفته بودن، امروز نمیشه کاریش کرد، از فردا باید روزه رو بگیره که مسافر نمیتونه روزه بگیره. پس ملاک اذان ظهره. اذان ظهر رو کجا شما درک کردی؟ در وطن یا در جایی که 10 روز میخوای بمانی؟ در این دو صورت اگر چیزی نخورده باشی در سفر میتونی روزتو بگیری، نیت کنی. نیت این مسئله هم همونه. اما اگر بعد از زوال باشه، ایشون باز همون حکمو میگن، میگن که باز امساکو بکنه دیگه، چیزی نخوره اینا، ولی اینو روزه حساب نکنه. بعد از ماه، حالا احتیاطش اینه که نیت بکنه، نیت روزه، ولی به این اکتفا نکنه. ایشون عبارتش اینه یشکل الاجتزاء بهی بعد از زوال، یعنی اکتفا کردن به این مشکله، باید اینو انجام بده، نیت بکنه، در صورت که چیزی نخورده. فلا یترک الاحتیاط بالامساک بقیه النهار به قصد قربت المطلقه، به قصد قربت الالله. روزه هست یا روزه نی، میگه قربت الالله من چیزی نمیخورم تا مغرب، این کارو میکنه، ولی بعد از ماه رمضان قضای این روزه میگیره، چون بعد از زوال رسیده. اینم بعد از زوال نیت کرده در روزی که مثلا مشکوک بوده یا در ماه رمضان بدون نیت بوده. اگر چنانچه کسی الان عرض می‌کنم، اگر چنانچه کسی شک کنه یا تردید یا قصد کنه که من دیگه نمیخوام روزه باشم، باشم خیلی روز طولانیه، باشم بخورم، اتفاقا هم توبه کرد، بعد گفت نه بابا خجالت میکش، حرف میشه باید که این چه کاریست، این چه عملیست اینا، بعدم توبه کرد، استغفرالله ربی و توبه اله، این روزش چه حکمی داره؟ سلام علیکم هم داره. روزش بی زحمت باطله. چرا؟ چون یک لحظه اون نیتش قد شد. ما گفتیم از اذان صبح تا اذان مغرب باید نیت باشی، یه آن نیتتو خراب کنی، به اندازه 5 ثانیه شما روزه نگرفتی، 5 ثانیهش اون کار خراب کردی با نیت. منتها باید باز این امساک بکنه، نه که بگه خب دیگه روزم خراب شد، آج خانم قضا رو برد کبابو بیار مثلا بخورید، نه نه، باید صبر کنه، اینم عقوبته، باید صبر بکنه، امساک داشته باشه بعد از ماه رمضان. البته اینجا کفاره نداره، بحث نیت فقط. یا نیت نکرد که قطع کنه، نیت کرد بوشم برم اون آب رو بخورم تو یخچال اینا، نیت کرد که مفطر رو انجام بده، اینم باز اشکال میکنه. چه نیت قطع بکنه، چه نیت قاطع بکنه، روزش چی میشه؟ روزش نیت که خراب بشه، انما الاعمال بالنیات، نیت که خراب بکنه، چون همه اینا بسته به اون نیت دیگه. بله شما سوال از کنم، چیزی اگر خورده باشه که نه، از مسئله خارجی، مسافره، مسافر آزاده، یا اکلو و یش رو بله، نه مسافر بوده دیگه، بله مانعی نداره، میتونه بخوره. بله یکی دیگه نه، نیت خودش نیت دیگه، نیتی قلبیش دیگه، همین که عزم
و قصد و اراده داشته باشه. حتی میگم به زبانم لازم نیست بیان، حالا به زبان بعضی میارن اب نداره، روزه میگیرم قربتن الالله مثلا. تنها جایی که به زبان آوردنم مستحبه در اعمال حجه، که در هر عملی نیتش به زبانشم بیاره، ولا سایر عبادات نماز روزه امثال اینها نیت هم اسمش هست دیگه. آقا نیتتون چی؟ کلام نیست، همون که به قلبش در نفسش هست که میخوام روزه بگیرم، نیتش نه. و بهترم هست انسان اول ماه رمضان نیت کل کنه این ماه را به لطف خداوند و کمک خداوند انشاءالله روزه میگیرم، بعد هر روزم نیت روزه اون روز رو در موقع سحر قبل از اذان نیت بکنه. مثلا همین که بلند میشید سحری میخورید و این خودش نیت دیگه، همین که قصدش اینه که میخواد روزه بگیره اینا، بعد این خودش نیت دیگه، نیت هم قصد. انسان جایی که خانم ها مگه سوالی دارن میتونن بپرسن، بنویسن توی کاغذ بفرستن، سوالشون رو جواب بدین. سوال میکنم که کسی که وطن اصلی داشته، جایی که متولد شده، شهری که متولد شده اون وطنشه، اگر الان داره در کانادا زندگی میکنه برگرده به اون وطنش چه حکم داره؟ حکم وطنش. انسان میتونه دو تا وطن داشته باشه، سه تا وطن داشته باشه. یکی وطن، وطن اصلی است، اون جایی که متولد شده و سلام علیکم و رحمت و علقه و علاقش اونجاست، اون وطن اصلی است. توجه میفرمایید؟ تا زمانی که اعراض نکنه از اونجا، اون وطن وطن باقی است و داعی هم نداره. که اعراض یعنی چی؟ اعراض یعنی که من دیگه پام اونجا نه، کلامم بیفته نمیرم بردارم، میگن اعراض. اعراض اگه کرده باشه اونجا دیگه از حکم وطنیت خارج میشه، اما اگر اعراض نکرده اونجا حکم وطن. هر موقع رفتی بعد از 10 سال رفتی میخوای 5 روز اونجا بمونی، اگه بخواد 10 روز بمونی که قصد 10 روز میکنی که اون مشکلی نداره، 5 روز میخواد بمونه، 6 روز میخوای تهران بمونی مثلا، 9 روز میخوای بمونی، نمازت تمامه چون به وطنت برگشتی، وطن اصلی برگشتی. اینجا هم که میای اینجا هم باز وطنه. کسی که اعراض میکنه ولی بازم میره اونجا، نه رفت آمد اب نداره. اعراض یعنی که دیگه من اینجا رو برای زندگی و سکنا دیگه چیز نمی کنم، انتخاب نمی کنم، دیگه بر نمی گردم. ولی دایی نداره آدم یه همچین اعراضی بکنه، یا اگر فراهم شد وسایل اینا میرم، خدا رو چه دیدی؟ یه وقت دیدی اونجا یه کار و کاسبی برام پیش اومد خیلی بهتر از این کانادا. اینجا چه خبره؟ آواز چی میگه که چی میگن؟ دهل میگن؟ آواز دهل شنیدن از دور خوش است. بعد که میاد اینجا کنه میگه اوبا این چه خبره این که میگفتن؟ که خیال میکنه که اینجا بیاد رو دلارا راه میره و پر از پوله و پلنجی اونه، که نه همچه خبری نیست و نه کاری نه کاسبی نه برای بعضی. فلذا اعراض لازم میشه، انسان اعراض بکنه. وطنشه اینجا که قصد کرده که بمونه، یه مدت مدیدی هم مونده دیگه، یه مدتی که میخواد بمونه. اگر بعضی هم میخوان مدت مدید بمونن ولی اون وطنشون نیست، میخواد 4 سال دانشجو، 5 سال میخوام اینجا درس بخونم بمونم، اینجا حکم وطن پیدا میکنه. اینجا دیگه لازم نیست قصد 10 روز رو اینا بکنه. بله سوال میکنن در شهرهای بزرگ اون حدود به اصطلاح شهرها چگونه است. این عرفیه، یه وقتی یه منطقه بندی شهرداریه، شهرداریه مثلا مونترال میگه این منطقه چیه، اون منطقه از این منطقه خارج میشه اسمش میشه مونترال، اون ور خیابون میری این ور مونتراله، اون ور مونترویاله. خب کسی بره اونور خیابون یعنی خارج شده از این؟ نه، عرف یعنی این مونترالی که عرفا میگه مونترال بزرگ. از
اونجا که خارج شدی مثلا آخرین خونه ای که میبینی اون حد تنخص از اونجا حساب میشه. توجه فرمودین عرفیز یه محدوده ای رو احتیاط میکنید، یه محدوده ای هم دیگه معلومه دیگه خارج شدید. اگر ما مثلا به طرف اتاق میریم، منزل ما کنجاست مثلا 50 یا 60 کیلومتر است، تا کجای عرف مونتریال است تا طرف اتاق های اینجا که دیگه من نمیدونم یه عرف باید بپرسید دیگه. شما خودت هم از عرفی خودت مثلا میری چی؟ نظر چی؟ این عرف اهل منطقه تعیین میکنن یا ما که خارجی ها اومدیم اینجا؟ نه مثلا عرف دیگه همه با همه دیگه. بله این جایی ها چون عرف متشرعه نیستن، اینا حکم رو بلد نیستن که حکم چیزی اینا. اگه بهشون بگه که مثلا مونترال بزرگ رو که به عنوان شهر بزرگ مونترال، نه منطقه بندی مونترال، شهر بزرگ مونترال تا کجاست، اینا هم میفهمن، اینا هم میگن مثلا آقا فلانجا لوال مثلا اصلا خارج از این شهره، لوال عرب میشود که براسار نمیدونم لانگی به قولیشون عرب میشود که وستایلن، اینا همه مناطقی هستن که تورنتو که میرید 200 کیلومتر مونتریال است. از طرف مونتریال که شما خارج نه دیگه به این گلو گشادی هم میرید نزدیکای خونه شما کار دیگه تمومه. این دستگی خونه که به هم بخوره دیگه من دیگه، یعنی اون تراکم خونه که به صدا جز به شهره اون دیگه از اون خارج بشین. ولی خب روستاها عرض می شود که منطقه ها اینا پشت سر هم هست، الان دیگه بهش مونترال نمیگن دیگه، یعنی دیگه خارج شد از شهر دیگه. این پل دراز که هست طرف تورنتو اتاوا کانمرو کنه اون اساس قرار بده 45 کیلومتر روش شاخص هست. بله من جا میگم اون پل قرار بده جسر اون ماکی ماکی از آخر از مونتریال است، شهری ما یکی ولایت است، ولایتی که به تا نقطه صفر اتاوا است در انتاریوس 24 کیلومتر. اما از خود مونتریال هم که شما گفتین خود اون تابلو ها هم میذارن. بله حالا اون تابلو های اونتاریو اینا اون منطقه اونتاریو وارد شدن اون غیر از هرچه شهر خود منطقه بندی خود جاده ها خودشون هم یه داستانیست، اونا ربطی به مال شهر نداره. مثلا از مونترال هم که خارج بسید تا یه محدوده منطقه مونترال و منطقه کبک و بستان و اینا اونا ملاک نیم، ملاک هم شهر بزرگ مونترال. این یه محدوده تقریبا جزیره هم هست و اطرافش هم آب دیگه. بله یه صلواتی خط بود اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما قرارمون اینه که تا 10 دقیقه به 9 بیشتر مزاحم شما نشیم. شما هرچی دیر بیاییم ما کمتر صحبت میکنیم به نفع ماست. بله هرچی زودتر بیاییم بیشتر صحبت میکنیم. 10 دقیقه به 9 دیگه گفتن خط قرمزه، اگه طول بدی ربنا رو باز میکنیم و دیگه خلاصه 10 دقیقه به 9 ما باید تحویل خدا. هیچی نگفت بلد نیستم، کسی دیگر که گفت. بله آقا رضا براعت کرد. سلام علیکم و رحمت. خب من یه بحثی رو آماده کرده بودم، حالا اون بحث رو وقت ندارم که واردش بشه، اون بحث رو فردا شب به شرطی که زودتر بیان اون بحث رو انشاءالله شروع میکنیم راجع به فضل و رحمت الهی که وارد بحث بشیم باید بالاخره بتونیم جمعش بکنیم، این فرصت کم نمیشه. ولیکن خطبه رسول اکرم رو صلی الله علیه و آله و سلم که شیخ محمد و آل در عیون اخبار الرضا به اسنادی ان امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه ان رسول الله صلی الله علیه و آله خطبنا ذات یوم، پیغمبر اکرم برای ما خطبه خوندن. امیرالمومنین می‌فرماید
فقال ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به شما رو آورده، آغوشش رو به سوی شما گشوده، دست خالی هم نیامده این ماه، بالبرکت و رحمت و مغفرت، با برکت و رحمت و مغفرت آمد. شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی، ساعاتش بهترین ساعات، روزهاش بهترین روزها و شبها بهترین شب. هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما همه تون خوانده شدید به این مهمانی، همه بی استثناء. ایها الناس فرمود، نفرمود ایها المؤمنون، ایها المؤمنات، ایتها المؤمنات، نه، فرمود الناس، مردم همه تون. و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، همه تون مهمان عزیز کرده خدا هستید، شما رو دعوت کرده و با محبتم شما رو دعوت. انفاس و کنفیه تسبیح، چطور برکت داره ما رمزون؟ نفس که میکشی مثل تسبیح سبحان الله، نفس میکشی در پرونده عملت سبحان الله مینویسه، این برکتش. نوم و کنفیه عباده، میخوابی در این ما، روزدار وقتی بخوابه رو اون خوابشم عبادت. دعا و کنفیه مستجاب، دعا بکنید مستجاب، دعایی که استجابت شرایط داره. در ماه رمضان خدا اون شرایطی رو خود تخفیف داده، دعاتون مستجاب. فاسأل الله، حالا که دعای مستجاب داری دعا کنید، یا رسول الله چه دعایی کنید؟ فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره، با نیت صادق و قلب طاهر، ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه، شما رو موفق کنه به صیام روزه این ماه و تلاوت کتاب خدا. فإن شقی من حرم عن غفران الله فی هذا، شقی و بدبخت اون کسی است که در ماه رمضان مشمول غفران خدا نشه. و از کروب جوعکم، اگر تو ماه رمضان تشنه شدید، و عطشکم، گرسنه شدید، تشنه شدید، جوع یوم القیامت و عطشه، بیاد گرسنگی و عطش روز قیامت بیفته. روز قیامت هم روزیست که جوع داره انسان، هم روزیست که تشنگی داره انسان. و عجیبه، خیلی هم گرمه. گفت که در قرآن می فرماید که و یکون الناس کل فراش المبثوث، مردم مثل پروانه های پراکنده. پروانه اضطراب پرواز بین پرنده ها، این پرنده مثل عرض می شود که پروانه نیست، خیلی مضطرب پرواز میکنه، بالا میره پایین میره، سمت راست میره سمت چپ، هی اینجور نیست مثل عقاب، مثل پرستو، مثل ارچی پرواز کنه بره، خیلی مضطرب بالا و پایین هم. که مردم اینجوری کندهو بالا و پایین میبرن. چرا؟ فرمود زمین داغه، پاهاشون میسوزه، بالا و پایین میبرن، گرما، گرمای زمین، خورشید نزدیک شده به زمین روز قیامت، همه عرق کردن، خیس عرق، گرما، گرسنگی، تشنگی. به یاد اون گرسنگی و تشنگی میفتید که چه تشنگی میخواهد. تصدقوا علی فقرائکم و مساکینکم، در این ماه صدقه بدید. صدقه در ماه رمضان غیر از صدقه در غیر ماه رمضان هزار برابر، یک دلار اگر دادی هزار دلار، اینجوریست و ثواب زیادی داره در ماه رمضان صدقه دادن. و قرو کبارکم، به بزرگاها احترام کنید،
بزرگتراتون احترام کنید. بزرگتر وارد مجلس بعضن آدم میبینه نشستن یه پیر مردی وارد میشه همچون نشسته اصلا تکون نمیخواد با تو جوانتری حالا مثلا روی مبل رو صندلیست جای خوبیست جای راحتیست اینم پیر مرد اومده خیلی بده اگر او رو زمین بشینه شما روی صندلی بشینه و این اثر وضعی داره نکبت تو زندگی میاره انسان به بزرگترش احترام نکنه هر کی بزرگتره باید بهش احترام کنی پیغمبر فرمود وقعو کبارکم ورحمو سقارکم کوچیکارم ترحم کنید محبت کنید بهشون سلو ارحامکم سلی رحم کنید در ماه رمضان وحفظو السنتکم در ماه رمضان زبانتون رو حفظ کنید گفت چند تا جوان نشسته بودن روزه دار بقرو یه پیر مردی دیدن نشسته دره میخوره ماه رمضان خانم ها گوش میدن ماه رمضان این بعضی دختر خانم ها صحبت میکنن خانم ها که حواسشون هست به مجلس سلام علیکم سلام علیکم گفتن یه آقایی داشت میخورد در ماه رمضان چند تا جوان نگاه کردن اینو خوب گوش بدین داستان خوبیه برای همه مفید انشاءالله گفتن اینو مسخرش کردن گفتن که آه امو چیکار داری میکنی؟ ماه رمضانه از خدا خجالت نمیکشی؟ داری غذا میخوری؟ داری چی؟ گفت ایشون برگشت که گفت من ماه رمضانه چشمم رو از هرچه حرامه پوشیدم به حرام نگاه نمی کنم گوشم رو از هرچه حرامه حفظ کردم به حرام گوش نمیدم به غیبت گوش نمیدم به موسیقی گوش نمیدم زبانم رو از هرچه حرامه حفظ کردم این زبان تو خانوم ها اصلا نمیشه حفظ نمیشه محاله هرچی میگیم ساکت باش باز حرفشو میزنیم انا وقت یه صلوات خانوم ها بفرستن بهش بده الله زبانم رو حفظ کردم از غیبت، از دروغ، از تهمت از دل سوزاندن که با زبانم دل کسی رو بسوزانم قلبم هم حفظ کردم کینه ای کسی نباشه چی باشه خلاصه سعی کردم همه اعضا و جواره هم روزه باشه دوست داشتم معده‌م هم روزه باشه ولی مریض بودم حالا زخم استعشر داشتم یا زخم معده داشتم معده‌م رو نتونستم روزه دار کنم چیزی نخورم چیزی نیاشامم چون مریض بودم اما سایر اعضا و جواره هم روزه بود گفت اینا خیلی خجالت زده شده گفتن ما برعکس تو این بابا ما معده‌مون رو خالی کردیم و گرسنه نشستیم ولی نه چشممون روزه است نه زبانمون روزه است نه گوشمون روزه است نه قلبمون روزه است روزه خوری زیاد داریم فرقی نکرده برای ما رمضان با غیر ما رمضان همون بساطی که داشتیم داریم پیغمبر اکرم می‌فرماید وحفظو السنتکم روزه زبانم بگیرید زبانتونم روزه باشه و غضوا عما لا يحل النظر الیه ابصارکم چشماتون از حرام بپوشانید و عما لا تحل الاستماع الیه اسماعکم گوشاتونم از اون چی که حرام شنیدنش حفظ بکنید اگه ما قادر اون خانم غیبت میکنه اگه شما نشنوی که اون غیبت برای در دیوار نمی کنی که شما هستی که تشویقش کنه بله بله خب چی گفتن دیگه چه خبر بگو شما شنوای خوبی که او غیبت میکنه حضرت میفرماید که استماعتون اسماعتون رو از استماع حفظ بکنید بعد تحننو علا ایتامکم به یتیما برسید همون جور که دوست دارید به یتیم شما
خدای نکرده از دنیا رفتی، چجوری دوست داری با بچه ها رفتار بشه؟ همونجور با ایتام مردم رفتار کنید. توبو الالله من ذنوبکم، توبه کنید ماه رمضان. ورفعو الیه ایدیکم، در ماه رمضان دعا دستاتون رو بلند کنید. موقع دعا کردن یکی از آداب دعا این که دست، بعضی خجالت میکشن دستشون، دست نیاز رو به طرف بی نیاز بلند کن، از آداب دعاست. کجا؟ چه وقت؟ فرمود مخصوصا فی اوقات صلاتکم فانا افضل الساعات، بهترین ساعات موقع نمازه. الان داریم وارد وقت نماز میشیم، بهترین ساعت. ینظر الله عز و جل فیها بالرحمت الی عباده، خدا در این لحظه نظر رحمت به عبادش داد. همون موقع که نظر رحمتش به تو هست، همون موقع دست به دعا بردار. وقت سنج باش، فرصت سنج باش. یجیبهم اذا ناجوا، یلبیهم اذا نادوا، یستجیب لهم اذا دعوا. تلبیه میگه، جوابشون میده، مستجاب میکنه دعاشون. انفسکم مرهون به اعمالکم، جانهاتونم در گروی اعمالتونه. آزادش کنید به استغفارکم، زیاد استغفار کنید. استغفر الله ربی و اتوب الیه و قلت استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار بکنید، خدا برکت رو از با آسمان و زمین به شما سرازیر میکنه. ظهورکم ثقیل من اوزارکم، پشتتون سنگین است از گناهان. ففکوها به طول سجودکم، میخواید این بار گران و معصیت زمین بذارید، به وسیله سجده طولانی، سجده هاتون رو طولانی کنید در ماه رمضان. اگه یه دفعه سبحان ربی الاعلا میگفتی، حالا سه مرتبه بگو، پنج مرتبه بگو، در روایت هفت مرتبه وقت داری، بیشتر طولانی کن. حرف میشه خداوند قسم خورده، ان لا يعذب المصلين والساجدين، خدا قسم یاد کرده که نمازگزاران و سجده کننده ها رو من عذاب نمی کنم. و همینجا خدا رو قسم میدیم حقیقت محمد و آل محمد، توفیق عبادت و بندگی و عمل و اخلاص در عمل و قبولی اعمال به همه ما عنایت بفرمایید. صلی الله علیه.